امروز هر کس از یک غم مینال، هر کس، اما خواسترین خواص ها، خواسترین خواص ها هم از غم مینال، پریشان میشه، طبیعتش بند میشه، یا پریشان غمگین میشه، مبوس میشه، مثلا دکتری چی کرد؟ مرا تحویل نگرفت. یعنی چی؟ در خانه که بیم کسی به من سلام نمی اندازه، این هم جای پریشانی است که به تو کسی سلام نمی اندازه؟ صبح یک رفیقم از پهلویم گذشت به من سلام نداد، خیلی چی گفت؟ گرفتاری و زانوی خود را زیر بغل گرفته چی کرده؟ این روز برای من کسی زنگ نزده. خیلی جالب است، هیچ ما را دوست نداری، تو خود ما را هیچ دوست نداری. پس ما یک قدر ضعیف باشیم که در مقابل یک قدر مشکلات اندک و مشکلات که ما یک قدر زود متزلزشون بفرم که ضعیف هستم. ما که توانایی گپ یک زشت یک رفیق خود نداشته باشم، یک دوست خود نداشته باشم، از خانواده، از خانم، از همسر، از رفیق، از برادر، از خواهر، از استاد که نداشته باشم، خود حتما خیلی ضعیف شده دیگه. بالاخره خود را قوی بساز. ما امروز در جامعه خود میبینیم امروز خود الحمدلله رسانه ها زیاد شده، کمره ها زیاد شده، یوتیوبی ها زیاد شده. ما گاهی اوقات میبینیم بعضی از کمره های مخفی را شما دیده باشه، توهین میکنه بیت مردم، بیت فقرا و مساکین توهین میکنه. خیلی شرم است. من یک روز یک کمره مخفی را میدیدم، یکی از خواهرها بود که ای کاش خواهرها بدانند که توسط زیبایی خود درآمد نداشته باشه، زیبایی خود را، جایگاه انسانی خود را به فروش نگذاره. ای جایی دیدم با یک ریش سفید صحبت میکرد با یک فقیر کراچیوان، او هم مجرد بود، خانم نداشت، این فقیر در ذهنش مسکین هم شاید خانواده و یک خانه داشته باشه یا نداشته باشه، هم روش صحبت میکنه، صحبت میکنه، در نهایت برش میگه من میخوام رایت ازدواج بکنم. او را میگه، او میگه خیلی خوب گپ است، او ساده هست نمیفهمه. بعدش که تمام میشه میگه کمره مخفی بود. ما او را میبینم دمو چهره ایم و فقیر و مسکین و کسی بالای کراشی خود نشستگی از چهریش تغییر کرد. یه خود مسخره کردن این ساله هست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. این مؤمنا دیگه مؤمنین را مسخره نکنند. مردم به خاطر مسخره آفریده نشده، مردم به خاطر توهین و تحقیر آفریده نشده. گاهی از این بیشتر پا فراتر میگذاریم و میگم خدا بالایش میتوارده، نیتش خراب بود، خدای تو گرفتارش کرده، خدا زدش، خدا تو رو زده میداده. ایره خدا زدگی نگو. در وقت گناه کردن اگر پرده ای تکان بخوره قلب ما تکان میخوره، اگر یک چیزی تکان بخوره در پهلوی ما تو قلب ما تو تکان میخوره، کی بود، چی بود، چی شد. اما ذاتی که پیدا و پنهان ما تو آگاه هست، از اون نمیشه. ما خیلی آسان گناه میکنیم، خدا هم میبخشه، خدا رو سپاسگزار باشه، توبه بکنه، از گناه پشیمان شه. و الله متعال این خوبی هایی که با ما تو کرده لیاقت زیر نداره که از اون فرمانی صورت بگیره. خوب نیست گناه کردن، معصیت و نافرمانی خوب نیست، ذلیل ما میسازه، هلاک میشه. ما در یک خلوتی در یک جای قرار میگیریم به خاطر گناه، الله متعال اکسیژن رو روان میکنه که از بین نرود. این ذات لیاقت نافرمانی رو داره. دروازه ها رو میبندیم، کلکن ها رو میبندیم، یک جای طفل خود رو میبندیم که خواب شده یا نشده، پدر و مادر من خواب شده یا نشده، رفیق من خواب شده یا نشده. اما الله متعال از خلاهای دروازه و کلکن برات اکسیژن روان میکنه که نفست برون نشه. این ذات لیاقت نافرمانی رو داره که کس نفرمانی بکنه، امیدون دمو لحظه نفست بگیره، دمو لحظه جانت را بگیره، چون اینقدر سرکش میشه، چون اینقدر حیا از موت دور میشه، چون گاه اوقات شرم، پرده شرم در پیشوی چشمای موت نمیه، آنقدر گاه اوقات مستکبر میشیم، آنقدر گاه اوقات ستمگر میشیم که او ذات بزرگ را نمیبینیم و یک طفل که در کنار موت است از او میشرم، از او خدا نمیشرم.